امشب او بیداره. کدام یک از خواهرای منو انتخاب کردی؟ من انتخابی نکردم سفورا. اون خیلی زیبا بود، اینطور نیست؟ همون زن مصری رو میگم که قلب تو رو تسخیر کرده. پوستش مثل شیر سفید بود نه؟ و چشماش مثل سرپای لبنان سبز، لبانش مثل عسل شیرین و سینهش مثل سینه کبوتر نرم. در رگها شراب هوس جریان داشتن؟ بله، اون زیبا بود، مثل یک جواهر. جواهر آتش درخشانی داره ولی حرارت نمیده. دستای ما به آن نرمی نیست ولی خدمت میکنه. اندام ما به آن سفیدی نیست ولی قویه. لبهای ما عطرآگی نیستن ولی حقیقت رو میگن. عشق برای ما به منزله هنر نیست بلکه زندگیه. ما لباسهای زربفت به تن نمی کنیم. افتخار ما به شرافت و عفت ماست. چادرهای ما مثل بناهای عظیم مصر نیست ولی کودکان ما با شادی مقابل آنها بازی می کنند. ما چیز کمی به تو می دیم ولی هرچه داریم تقدیم می کنیم. در این صورت من مغمونم سفورم، چون هیچ چیز ندارم. هیچ از طرف تو برای من بهتر از طلای دیگرانه. امیدوارم بتونی قلب منو پر کنی سفورم. من هیچ وقت نمیتونم اونو پر کنم موسا، ولی به خاطر یه تو حسادت نمی کنم. لبیک نعلین از پا بردیش، زیرا مکانی که بران ایستاده این زمین مقدس است. من هستم یهوه خدای پدران تو، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. من تو رو لعنت کردم. هر بار رامسس منو در آغوش گرفت من تو رو لعنت کردم نه او رو، چون تو رو دوست دارم. اون موسا که تو رو دوست می‌داشت مرد دیگری بود. نه، مرد دیگری نبود. تو معتقدی که عوض شدی ولی اینطور نیست. تو خودت رو یک پیغمبر می‌دونی، مرد خدا می‌دونی، ولی من بهتر می‌دونم. باور نمی کنم رعد و برق کوهستان قلب تو رو به هیجان آورده باشه، چون تو قلب منو ویران کردی. نفرتیتی، من در مقابل نور درخشان و با عظمت خدا ایستادم. ولی او نبود که تو رو نجات داد، من تو رو نجات دادم. اوه موسا، موسا، چرا بین این همه مرد من عاشق ترنس احمق ها شدم؟ اما وقتی در آغوش تو هستم هرچی بگی باور میکنم. چرا تو باید من و خودت رو فراموش کنی؟ چون به خدا بستگی دارم و به قوم او.
و به یک دختر چوپان. یک دختر چوپان؟ او چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ حتما آفتاب سوزان صحرا عقل تو رو از بین برده. پوست بدنش زبر و خشنه، یا اینکه مثل پوست من نرم و لطیفه. لبهای او رو که مثل شنهای بیابان خشکی ترجیح میدی، یا لبهای من رو که مثل انار سرخ و مرطوبه؟ عطر گیسوان من به مشام تو خوش آینده، یا بوی گوسفند؟ زیبایی هست که ماورای احساس نفرتی دید. زیبایی دره‌های سبز و آرام و آب‌های ساکن. زیبایی روح که تو نمیتونی درک کنی. شاید نتونم، ولی زیبایی روح مردمت رو آزاد نمیکنه موسی. باید پیش من بمونی، در غیر این صورت اونها هیچ وقت از مصر بیرون نمیرن. سرنوشت بنی اسرائیل در دست تو نیست نفرتیتی. آه که اینطور، چه کس دیگه ای میتونه دل فرعون رو به رحم بیاره یا او رو خشمگین کنه؟ بله، شاید اون ذره دوست داشتنی باشی که خداوند به وسیله او نیاتش رو عملی میکنه.